یعنی خیلی جاش خالیه امروز. عجیبه. تو از بهمن با خانم فاطمه معتمدآریا ترکیب چهره‌های جدید، فاصله بهمن و تومان فاصله زیادی نیست دیگه. آره راستش من فکر می‌کردم که، یعنی من فکر می‌کنم که دو تا فیلم اولم تجربه بازیگردانی اصلا من نداشتم. یعنی من بعد از اینکه تجربه دو تا اثر گذروندم فهمیدم هر چی توی اون دو فیلم قبل فکر کنم خانم متوجه چقدر لطف داشتن به من که خیلی آشکارا مخالفتی نشون نمیدن برای این همه تئوری بافی من. یعنی فکر کردم که وقتی دوربین روشن میشه بازیگر تنهاتر از اونیه که تو با حرفات وقتی میگی دوئت بعد تماشاگر بفهمه که تو دوئت بازی کردی، تو همین تجربه بازیگری داری. بله و متوجه شدم که بازیگر وقتی دکمه رکورد زده میشه اونقدر تنهاست که اون تئوری بافیای جلساتی که تو میشینی به تحلیل و موشکافی ویژگی‌های کاراکتر میرسی فقط بیشتر پیچیدش میکنه. یعنی من فکر کردم که یه جور رابطه ایه که تو این فیلم تجربه کردم، اینه که بازیگر فقط باید به تو اعتماد داشته باشه که هر نتیجه و هر کاری که میکنه تو در نهایت تو و تدوینگر مراقبش هستی و فقط بهش اجازه بدین که بالاشو باز کنه. یعنی من فکر می‌کنم که اینجا بازیگردانی کردی دیگه تو این فیلم. اینجا دقیقاً، یعنی من تا یه جایی به بچه‌ها کیو آر رو دادم و از یه جایی به بعد بچه‌ها منو بردن. یعنی من از روز 40 فیلم برداری به دلیل اینکه ما قرار بود خونه دم آب باشه و عوض شد مجبور به بازنویسی سر صحنه شدیم و من با خودشون چک می‌کردم. یعنی من می‌گفتم الان تو اینو میگی، یعنی انقدر دیگه سوار کاراکتراشون بودن که به نوعی رابطه وابستگیمون، یعنی خودشون متر بودن برام، نظرشون، یعنی یه جوری با هم کشفش کرده بودیم و من بهشون فضا داده بودم که ریسک کنن و تو ریسک کردنش یه احساس کردم که شد. حتی قصه رو با هم جلو می‌رفتین، یعنی تغییرات قصه رو با هم جلو می‌رفتین؟ راستش یه ذره فرمش نه، یعنی چارچوب قصه نه، ولی بافت. چرا؟ یعنی بافت جزئیات توی میزانسن میزانسن و دیالوگی خیلی آزادی. یعنی بچه‌ها این حق رو داشتن که دیالوگشون رو جابجا کنن و تغییر بدن. این حق رو داشتن که سکانسشون حذف کنن. بیشترین چیزی من به احساس من بیشترین ببخشید. خواهش می‌کنم. بیشترین دراماتورژی که این وسط انجام داد ایمان سعید برهانی بود، من فکر می‌کنم. و واقعا بر ما هم یه همچین حسی بود، ولی خب بافت قصه به قول خود مرتضی نه، ولی اتمسفر رو چرا مثلا مرتضی این اجازه رو میداد؟ چون یه جایی شد مثلا ما صحبتمون این بود که مرتضی منی که دارم این آدم رو بازی میکنم، من احساس میکنم نه فقط من، همه بازیگرا در واقع تک تک این پنج نفری که شش نفری که هستن داخل فیلم اینجوری بودش که خب ما که داریم بازی میکنیم ما اینجوری داریم فکر میکنیم، ولی خب همه چیز در نهایت از یه فیلتری میگذشت و اون فیلتر شکل دیالوگ نویسی و اون مرجعی بود که خود مرتضی دیگه مرجع همه ما کاراکترها برای بازی با بود دیگه. خیلی روونه این چیزا تو فیلم، یعنی خیلی رابطه ها روونه، خیلی دیالوگ ها روونه، یعنی این نشان یک تفاهم و یک همکاریه دیگه. یعنی در واقع وقت حال آدم ها، من معتقدم پشت فیلم خوب باشه حال فیلم هم خوب میشه. یعنی این نکته که میشه چیزه، حال همتون خوب بوده موقعی که داشتین اجرا و اینکه هر کسی که بیشتر عرق میریخت سکانس میگرفت. یعنی یونس، شما فکر کنیم بازیگر یونس ایمان سعید برهانی اصلا قرار نبود در کل به زندگی کنه و تمام اون سکانس هایی که تو تابستون میبینش من براش نوشتم. یعنی شو قرار بود یه کاراکتر فرعی چهارم فیلم باشن که الان اومدن تو این درجه از اهمیت. یعنی اگه دقت کنین متر زمانیش اونقدر زیاد نیست کاراکتر یونس، ولی تاثیرگذاری دراماتیکش خیلی زیاده. چیز داره دیگه، چرخشه، نقطه بلد. چرخشه، عطفا دستشه و اینو به دست آورد ایمان با عرق ریختن. یعنی واقعا دو ماه تمرین استوانی تمام بدن